سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. تو داستان زندگی محمد و عایشه جنجالای زیادی وجود داره که خیلی رسوایی‌ها و شبهات توی اسلام ایجاد میکنه، اما من میخوام یکی از اون داستانا رو که تو کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی بیان شده براتون امروز بگم. احتمالاً خیلی از شماها این داستان رو تو شبکه‌های دیگه هم شنیدین، ولی مسئله اینه که اونا یه جوری تعریفش میکنن که نسیخ بسوزه نه کباب، یعنی سعی میکنن یه جوری بگن که در نهایت به ضرر اسلام نشه. این شبکه‌ها همون شبکه‌هایی هن که توی تاب نیلاشون مینویسن که دروغ‌های اسلامی، نمیدونم 1400 سال دروغ فلان فلان، ولی اینا شبکه‌های وابستن. و خب شما شاید به عنوان بیننده متوجه نشین، ولی من که کارم اینه کتابا رو همه رو میخونم و اینا، وقتی ویدیو رو نگاه کنم میبینم این قسمت از قضیه رو سعی کرده بپیچونه یا مثلا سانسور کنه یا ببره به یه سمتی که به نفع اسلام بشه، و کلی روایت میگه در نهایت آخر ویدیو یه ثانیه میگه که آره تو اسلام یه سری دروغایی هم گفتن، یا مثلا یه چیز اینجوری یه جمله میگه، ولی بیشتر ویدیوشون فقط دارن تبلیغ اسلام میکنن و اینا دروغ میگن. خب حالا امروز من میخوام یکی از اون داستانهای جنجالی رو براتون بدون سانسور از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی تعریف کنم، اما اون قسمت جنجالیش میفته آخرهای ویدیو، پس تا آخر منتظر باشین. اگر هم که دوست دارین جامعه ایران از خرافات خالی بشه، این ویدیو رو لایک کنین و چنل من رو سابسکرایب کنید تا میلیونی بشه. ببینید، من وقتی میبینم این ویدیو مثلا 5000 10000 100000 سابسکرایب خورده، من اصلا خوشحال نیستم. 10000 لایک و ویو اینا هیچی نیست اینا. خب من به خودم میگم که پس اون 100 میلیون ایرانی، یعنی مثلا 99 میلیون دیگه‌اش کجاست؟ خب و اونا هم باید ببینن دیگه. پس باید همتون لایک کنین این ویدیو رو تا کل ایرانیا ببینن و ما بتونیم اون تغییری که میخوایم تو ایران ایجاد کنیم. هدف ما اینه. هدف من بازی و نمیدونم یوتیوب و نمیدونم بچه ها سابسکرایب کنین بچه ها زیر اینا نیستش. درسته این کار رو ما میکنیم چون لازمه بالاخره باید ویو بگیره و فلان، ولی اصل قضیه اینه که ما همه این کار رو داریم میکنیم، ویدیو ساختن، همه اینا برای اینکه ایران تغییر کنه. یعنی همه هدف ما تغییر ذهن ایرانی هست از خرافات، از چیزای عقب مونده. پس این که ما میگیم سابسکرایب کن لایک کن فقط به خاطر خودمون نیست. داستان از اونجای شروع میشه که محمد و عایشه با هم به یه روستای دوردست میرن، ولی هنگام برگشت کاروانشون توی صحرا اتراق میکنه و بعد سپیده‌دم وقتی که میخوان برگردن، عایشه بلند میشه میره برای قضای حاجت، یعنی همون دستشویی میره، و وقتی برمیگرده میبینه کاروان رفته و غلامان حامل کجابه عایشه متوجه نمیشن که عایشه اونجا نیست، چون عایشه یه دختر سبک وزن بوده، و میرن. و بعدش جوانی به نام صفوان از اونجا گذر میکنه و عایشه رو بلند میکنه و به یثرب میرسونه. اگه صفوان نرسیده بود اونجا، معلوم نبود عایشه چه اتفاقی براش میفته توی صحرا. و بعدش به خاطر این ماجرا کلی شایعه را میفته. خب توی حرمسرای محمد کلی از اون زنای دیگه با عایشه دشمن بودن و حسودی میکردن بهش، و این خبر اینجوری میفته که آره دو تا جوون با هم دیگه چندین ساعت توی صحرا تنها بودن، احتمالاً یه چیزی بینشون اتفاق افتاده. از اونورم محمد از عایشه بزرگتر بوده، خیلی اختلاف سنی داشتن، بوده 40 سال 50 سال اختلاف سنی داشتن. و خب این خبرها شایعات پخش میشه و یه افتضاحی به بار میاد. حالا شما بگین ماهون چی کار کرده؟ یعنی سلمان رشدی اینجوری تعریف میکنه داستان. طبق معمول ماهون رفیق قدیمیش ملک مقرب رو میبینه و جبرئیل هم عایشه رو تبرئه میکنه و قضیه رو اینجوری جمع میکنه، تمام میشه میره. اما قسمت جنجالی داستان اینه که عایشه همیشه به ماهون یه تیکه مینداخته و بهش میگفته که عجب خداییست، هر وقت احتیاج داری کارت رو راه میاندازد. دقت کنین که این جمله رو عایشه
به ماهوند میگه، یعنی نزدیکترین افراد به ماهوند. و نکته ای که سلمان رشدی همیشه میگه اینه که هر چقدر نزدیکتر به جادوگر باشی بیشتر از سر کارش سر در میاری. و خب عایشه و خدیجه هم دوتا از نزدیکترین افراد به ماهوند بودن دیگه. یه نکته دیگه هم که سلمان رشدی در مورد این موضوع گفته بود این بود که هیچ کسی دیگه غیر از عایشه جرئت نمی‌کرد یه همچین حرفی به ماهوند بگه. یعنی اگه کسی دیگه یه همچین حرفی میزد به عنوان مثلا چه میدونم مرتد یا چیزی دارش میزدن میکشتن. ولی خب عایشه چون عزیز کرده ماهوند بوده یه همچین چیزایی رو میتونسته بهش بگه. حالا این جمله همون چیزیه که همه کانالای دیگه سانسورش میکنن و فقط تو این کاناله که من این چیزها رو میگم. محمد درباره شایعات با عایشه صحبت کرد ولی وحی مبنی بر بیگناهی عایشه را دریافت کرد و تهمت زنندگان را با 80 ضربه شلاق مجازات کرد. خب چون نمیخوان واقعا در مورد اسلام چیزی بگن که به ضررشون باشه، چون اینا همشون وابستن دیگه. شما اگه تاریخچه کانال منو ببینی خودتون میفهمی که من به یه جایی وابسته نیستم. هر چیزی تا حالا ساختم، اولین کسی که توی یوتیوب در مورد کتاب آیات شیطانی با جزئیات صحبت کرده من بودم دیگه. 4 سال پیش من ویدیو ساختم و اون موقع اصلا هیچ ویدیویی در موردش نبود. خب این جمله که عجب خدایی است هر وقت که احتیاج داری کارت رو راه میاندازد، این یعنی که محمد هر وقت که یه کاری می‌خواست بکنه، مثلا میرفت یه جای جنگ می‌کرد، 4 تا زن جدید از اون اسرا می‌گرفت به عنوان کنیز، می‌خواست باشون بخوابه، بعد مثلا زنای دیگه‌ش می‌مدن بر علیه چیز می‌کردن دیگه، می‌گفتن چرا می‌خوای مثلا با این زنو بخوابی، اینا این حرامه فلان. میرفت یه دفعه تو حالت خلسه و برمیگشت و میگفتش که الان از جبرئیل به من وحی رسید که هر زنی که در جنگ به عنوان اسیر بگیری بر تو حلاله. و همینجور جاهای دیگه، مثلا یه جایی چه میدونم میخواست زن پسرخونده خودش رو بگیری یا هر چیز دیگه، یه آیه از خودش میساخت و این عایشه اینو فهمیده بود که بهش این جمله رو گفت. من خلاصه داستان فاحشه خانه حجاب رو از کتاب آیات شیطانی به صورت کامل و خلاصه درست کردم و ویدیوش رو روی صفحه الان میذارم و اگه دوست داشتین برین اونو نگاه کنین. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.